ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده از این پس عملیات سایبری منتج به خسارات مادی رو توسل به زور محسوب میکنه. بر این اساس اگه شدت عملیات سایبری به حمله مسلحانه متعارف برسه، ایران حق دفاع داره. از این بیانیه چنین برداشت میشه که در شرایط فوق ایران میتونه به عامل حمله سایبری پاسخ نظامی هم بده. اما این موضوع در دیگر کشورهای دنیا و همچنین در قوانین بین‌المللی چگونه قابل تفسیره؟ سالهاست برخی کشورها عملیات سایبری را در قوانین خودشون معادل حملات مسلحانه قرار دادن. در قوانین بین‌المللی هم استفاده از نیروی نظامی در زمانی که یک کشور هدف حمله مسلحانه قرار گرفته باشه مجازه. در سالهای گذشته ادعا شده که عامل برخی حوادث داخلی کشور حملات سایبری خارج از مرزها بوده. بیانیه اخیر به این معناست که در صورت وقوع حملات سایبری خسارت‌آمیز ایران حق پاسخ نظامی داره.